سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در این برنامه از واکنش ها به آزادی تفنگداران آمریکایی خواهیم گفت نگاهی داریم به حوادث تروریستی جاکارتا گزارشی داریم از خارج شدن قلب راکتور آب سنگین عراک و مروری هم می کنیم به تیره شدن مناسبات میان تهران و ریاض و درخواست رهبران آمریکا و روسیه از دو کشور برای کاستن از دامنه تنش ها. در پایان نیز به موضوع پدیده سالخوردگی جمعیت در ایران میپردازیم که کارشناسان آن را نگران کننده توصیف کردند با ما همراه باشید روز پنجشنبه 24 دی ماه چندین انفجار و تیراندازی شدید پایتخت اندونزی را در وحشت فرو برد. این انفجارها در نزدیکی مقر سازمان ملل و چندین سفارتخانه رخ داد. مقامات اندونزیایی اعلام کردند که گروه تروریستی داعش پیشتر بیانیه‌های تهدیدآمیزی را برای نیروهای امنیتی اندونزی ارسال کرده بود. این جزیره یکی از مقاصد محبوب گردشگری به شمار می‌رود. دست کم ششتن در جاکارتا در پی وقوع چندین انفجار و تیراندازی های متعاقب پلیس جان خود را از دست دادند تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که شمار زیادی نیز به شدت زخمی شدند این انفجارها روز پنجشنبه 24 دی از جمله در یک کافه در مرکز خرید سارینا در مرکز شهر رخ دادند در نزدیکی این مرکز خرید یک پاسگاه پلیس چندین هتل چندین سفارتخانه از جمله سفارت فرانسه و شمار زیادی دفاتر کاری واقع شده است مقر سازمان ملل در جاکارتا نیز در نزدیکی محل حادثه قرار دارد هنوز مشخص نیست که دقیقا چند انفجار به وقوع پیوسته است اما گفته می شود دست کم سه بمب منفجر شدند خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی نوشته است که دست کم سه عامل انتحاری خود را در کافه منفجر کردند به گزارش رویترز این کافه یکی از شعبات کافه های زنجیره استارباکس بوده است به گزارش شبکه های تلویزیونی تیراندازی های شدیدی میان چندین مهاجم مسلح با نیروهای پلیس رخ داده است ساعتی پس از وقوع انفجار و تیراندازی یکی از منابع پلیس اعلام کرد که به نظر می رسد که این عملیات توسط چهارده عضو سازمان های اسلام به اجرا گذاشته شده است یکی از این افراد عامل انفجار انتحاری بود که پیش از آغاز تیراندازی مهاجمان به وقوع پیوست در عین حال رئیس جمهوری اندونزی در سخنانی ضمن دعوت از مردم به حفظ آرامش اطمینان داد که مأموران پلیس به سرعت امنیت را در پایتخت برقرار خواهند ساخت اما نباید در مورد عاملان این حملات به گمان زنی پرداخت وی افزوده است که اقدامات تروریستی نمیتواند مانع از پیشرفت و تداوم دموکراسی در کشورش شود برخی از منابع خبری گفتند که مهاجمان با گروه دولت اسلامی داعش مرتبط بودند پیش از عملیات روز پنجشنبه گروههای اسلامگرا هشدار داده بودند که به زودی اندونزی را به مرکز توجه جهانیان تبدیل خواهند کرد این هشدار باعث تشویش در اندونزی شده و ماموران امنیتی به حالت آماده باش درآمده بودند پلیس همچنین در صدد یافتن شخصی به نام سانتوسو بوده است که از او با عنوان رهبر گروه های اسلامگرا و از حامیان اصلی داعش در اندونزی نام برده می شود. آخرین مورد از عملیات اسلامگرایان علیه اماکن غیردولتی در اندونزی در سال 2009 میلادی روی داد که مهاجمان به دو هتل مجلل حمله کردند. از آن پس هدف حملات آنان عمدتا مراکز و مأموران امنیتی بودند. بین سالهای 2000 تا 2009 میلادی این کشور هدف حملات مکرر گروه های اسلامگرا بود که در خونینترین این حملات مراکز توریستی جزیره تفریحی بالی هدف قرار گرفتند و دویست و دو کشته بر جای ماند. بسیاری از قربانیان این حمله از جهانگردان خارجی بودند. در آخرین گزارش از محل سخنگوی پلیس به رویترز گفته است که چهار تن از مهاجمان در درگیری با مأموران کشته شدند و پلیس توانسته است امنیت را در محل درگیری برقرار کند به گفته یه وی مهاجمان وارد ساختمان یک سینما شده و در آن موضع گرفته بودند اما پلیس ساختمان را به طور کامل پاکسازی کرده است کافه استارباکس که هدف حمله مهاجمان قرار گرفته بود در همین ساختمان قرار دارد اندونزی دویست ده میلیون نفر جمعیت دارد که در میان کشورهای اسلامی پر جمعیت ترین به شمار می رود. در این حال میلیون نفر از شهروندان آن کشور عضو سازمان های اسلامی محمدیه و نهضت العلماء هستند. سرنوشت راکتور تحقیقاتی آبستنگین عراک یکی از موضوعهای مورد مناقشه در مذاکرات هسته ایران و گروه کشورهای پنج بلوه یک بود که در داخل ایران نیز حساسیت های زیادی را برانگیخت. حالا جانکری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده خبر داده که قلب راکتور عراک را از جای خود خارج کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ایران قلب راکتور عراق را از جای خود خارج کرده است. خارج کردن قلب این راکتور در روزهای اخیر محل مناقشه میان مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سهشنبه گفته بود که کار خارج کردن قلب راکتور عراق و بتن ریزی آن در یکی دو روز آینده تکمیل می شود. ولی جانکری روز چهارشنبه 23 دی ماه در دانشگاه دفاع ملی آمریکا گفت که این کار همکنون انجام شده است. وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که کار بتونریزی ریزی منافذ این راکتور ظرف ساعات آینده آغاز خواهد شد. همزمان حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک که به منظور انجام مذاکرات در آستانه اجرایی شدن برجام در وین به سر میبرد در صفحه اینستاگرام خود نوشت در خصوص آخرین مباحث لغو تحریم ها به ایستگاه آخر مذاکرات در وین رسیده ایم و آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام هستیم. عباس اراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز اصر روز چهارشنبه 23 دیماه از انتشار گزارش آژانس در تایید تعهدات ایران در اجرای برجام در روز جمعه خبر و گفت شنبه یا یک شنبه بیانیه مشترک ظریف و مگرینی برای اعلام زمان اجرای برجام صادر خواهد شد همزمان مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری خواه است طرحی را تصویب کرده که نظارت بر توافق بین المللی با ایران برای مهار برنامه هسته ای این کشور را افزایش می دهد. این طرح که قانون شفافیت تأمین مالی تروریسم ایران نامگذاری شده روز چهارشنبه با 191 رای در مقابل 106 رای تصویب شد مقام های کاخ سفید استدلال کردند که این طرح می تواند باعث شکست توافق اتمی شود و گفتند که اگر طرحی مشابه در سنا هم تصویب و برای رئیس جمهور فرستاده شود وتو خواهد شد جمهوری خواهان موفق نشدند طرح مذکور را با حد نصاب لازم تصویب کنند با این حال رهبران جمهوری خواه این مجلس گفتند طرح ممکن است بار دیگر در روز 26 ژانویه به رأی گذاشته شود میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا روز سهشنبه گفته بود که سنا طرحی را برای مهار برنامه موشک ایران در نظر خواهد گرفت اما ارتباط چنین طرحی با آنچه روز چهارشنبه تصویب شد معلوم نیست بر اساس این مصوبه امکان حذف اشخاص و مؤسسات مالی خارجی از فهرست تحریم های وزارت دارایی علیه ایران وجود نخواهد داشت مگر آنکه رئیس جمهور با ارائه مدارک مستند عدم مشارکت آنها در برنامه موشک های بالستیک یا فعالیت های تروریستی ایران را ثابت کند ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد می کند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی خواستار تشدید تحریم های ایران به خاطر این آزمایش ها و همچنین امتناع تهران از آزادی آمریکاییان ایرانی تبار است. اید رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در جریان مذاکرات روز چهارشنبه درباره طرح گفت وقتی حالا ایران این گونه رفتار می کند ظرف چند روز دیگر هنگامی که دستانش پر از پول می شود قرار است شاهد چه اقدامات دیگری از سوی سپاه پاسداران باشیم بازداشت موقت و آزادی ده تفنگدار نیروی دریایی آمریکا از طرف سپاه پاسداران با استقبال رهبران و نمایندگان حزب دموکرات روبرو شد اما جمهوری خان آن را محکوم کردند تفنگداران آمریکایی که برای مدتی کوتاه تحت نظر سپاه پاسداران بودند روز چهارشنبه 23 دی ماه آزاد شدند جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ما عذرخواهی نکردیم و تهران چنین درخواستی از ما نداشته است جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر عذرخواهی آمریکا به خاطر ورود شناورهای این کشور با آبهای ایران اعلام کرده تهران چنین درخواستی نداشته است و ما هم عذرخواهی نکردیم آقای بایدن روز چهارشنبه 23 دیما در گفتگو با شبکه سی بی اس در رابطه با مسئله بازداشت و سپس آزادی تفنگداران دریایی آمریکا در آبهای ایران گفت دلیلی برای اسخاهی وجود ندارد این فقط یک تمرین دریایی استاندارد بود اوایل روز چهارشنبه بیست سوم دی در بیانیه سپاه پاسداران و در صحبتهای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه عنوان شده بود که ده تفنگدار آمریکایی پس از عذرخواهی مقامات این کشور از سوی ایران آزاد شدند اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با تایید آزادی این ده ملوان آمریکایی از این اقدام ایران استقبال کرد آقای کارتر با انتشار بیانیه‌ای در این باره همچنین مراتب قدردانی خود را از جان وزیر خارجه آمریکا به خاطر تعاملات دیپلماتیکی که در این خصوص داشته ابراز کرده است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در بیانیه ای از ایران به خاطر همکاری در حل دیپلماتیک بازداشت تفنگداران دریایی این کشور تشکر و در بیانیه ای اعلام کرد که حل صلح آمیز و موثر این مسئله نشانه ای از نقشافرینی حساس دیپلماسی در امن و ایمن نگه داشتن کشورهایمان است آقای کریس هم شب و لحظاتی پس از توقیف شناورهای آمریکایی در نزدیکی جزیره فارسی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفتگو بو کرده بود دنیس مکدونا از مسئولان کاخ سفید روز چهارشنبه بیست سوم دی اعلام کرد که نقش خطوط دیپلماتیک ایجاد شده در جریان مذاکرات هسته‌ای در روند حل مسئله مربوط به این نظامیان بسیار مهم بوده است ده ملوان آمریکایی همراه با دو قایق نیروی دریایی این کشور روز سهشنبه از سوی نیروهای ایرانی در خلیج فارس بازداشت شدند سخنگوی پنتاگون گفته بود که این قایقها بین کویت و بهرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شد در همین حال تلویزیون دولتی ایران گزارشی از یکی از ملوانان بازداشت شده آمریکایی پخش کرده که در آن یک نظامی آمریکایی به خاطر اشتباه فنی رخداد عذرخواهی کرده و از رفتار نیروهای ایرانی با بازداشت شدگان ابراز رضایت کرده است همزمان وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد گروهی از سربازان مأموریت‌های ویژه آن کشور با هدف همکاری با ارتش عراق برای مقابله با نفرات و رهبران گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق مستقر شدند. پنتاگون خبر اعزام نیروهای نظامی تازه را در آذرماه امسال اعلام کرده بود. همزمان اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور تایید کرده بود نیروی معمولیت ویژه اقدامات خود را هماهنگ با دولت عراق انجام داده و به نیروهای دولتی و پیشمرگه های کرد در آن کشور کمک خواهد کرد آقای کارتر تایید کرده این مستشاران نظامی اکنون در محل هستند و خود را برای همکاری با اراقی ها برای آنکه سراغ نفرات و فرماندهان داعش بروند آماده می کنند. شمار این افراد چیزی در حدود دویست نفر است این اقدام تازه ترین اقدام دولت ایالات متحده در نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی به شمار می رود. تایید صلاحیت اکثر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور انتقادهای چهرهای اصولگرایان را در پی داشته محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران با انتقاد از وزارت کشور ایران مدعی شده که های اجرایی وظایفشان را درست انجام ندادند. محمد حسین نجابت، معاون فرهنگی سپاه پاسداران با انتقاد از وزارت کشور ایران درباره تایید صلاحیت ها مدعی شده که هیئت های اجرایی وظایفشان را درست انجام ندادند بررسی صلاحیت حق و ناس است یعنی اگر کسی که صلاحیت ندارد اگر تایید شود حق مردم ضایع شده است وی افزوده وظیفه هیئت اجرایی تشخیص صلاحیت ها به کمک استعلام از پنج دستگاه مرجع است که پس از استعلام ها نتیجه گیری می کنند اما شاهد بودیم که هیئت‌های های اجرایی به استعلام های گرفته شده عمل نکردند. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه نتیجه ی عدم انجام درست وظیفه هیئت‌های اجرایی را سخت شدن کار شورای نگهبان دانسته و تصریح کرده حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند و قطعا افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند آقای نجات گفته فشار به شورای نگهبان با دو هدف دنبال می شود. اول اینکه شورای نگهبان دوباره اجازه دهد که هر فتنگر و جاسوس وارد مجلس شوند و هدف دیگری این است که برخی می پس از رد صلاحیت شدن بگویند شورای نگهبان بیش از اندازه مزیق ایجاد کرده است. اما شورای نگهبان نشان داده طبق مر قانون به وظیفه خود عمل می کند. آقای نجات در جواب کسانی که میگویند باید اصل بر براعت باشد گفت اصل بر براعت یعنی اینکه کسی که در خیابان می روید، کسی با او کاری ندارد اما کسی که میخواهد نماینده مجلس شود و اصاره یک ملت باشد باید صلاحیتش به تایید برسد. همزمان ابراهیم یزدی دبیر کل نهزت آزادی ایران در نامه خطاب به وزارت کشور به رد صلاحیت قفار فرزدی و هادی هادی زاده دوز و شورای مرکزی این حزب در دهمین ده دوره انتخابات مجلس اعتراض کرد. حیعت های اجرایی وزارت کشور این دو استاد دانشگاه را به دلیل عضویت در نهزت آزادی رد صلاحیت کردند. به گزارش سایت میزان نیوز سه نفر از نیروهای ملی مذهبی به نامهای محمد حسین قفارزاده علی فرید یحیایی و حمید کریم حدیسی نیز در شهرهای تبریز و لاهیجان رد صلاحیت شدند همزمان پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای اعلام کرده است صفحه ای برای انتشار مطالب درباره انتخابات با عنوان تا انتخابات راه اندازی کرده است. در خبری دیگر محمد علی انصاری سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی خبر منتشر شده در برخی سایت درباره برگزاری میهمانی در کاشانک با حضور سید حسن خمینی و سفیر فرانسه در تهران را تکذیب کرد آقای انصاری گفت جریان مشکوک علیه بیت امام که به شدت رو به فزونی می رود چه بسا استقلال و تمامیت کشور را نیز نشاره رفته است که باید نهادهای صادق امنیت و اطلاعات کشور با عاملان آن برخورد کنند. برون فوشه سفیر کنونی فرانسه در تهران که از سال 2011 تا کنون سفیر فرانسه در تهران است از ابتدای ماه فوریه ریاست انستیتیو فرانسه را نیز بر عهده خواهد داشت اما اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست روز یکشنبهش حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد و بدون اشاره به اقدامات تنبیهی تنها به تهران هشدار داد که در صورت تداوم دخالتهایش در کشورهای عربی باید انتظار واکنشهای شدیدتری را داشته باشد نشست فوقالعاده اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی در قاهره تشکیل شد و به جز لبنان سایر اعضای این اتحادیه به بیانیه پایانی رای مثبت دادند اتحادیه عرب با صدور بیانیه ضمن حمایت کامل از عربستان سعودی حملات به مراکز دیپلماتیک این کشور در ایران را محکوم و دولت ایران را به عدم محافظت از این مراکز متهم کرد تمامی اعضای اتحادیه عرب به جز لبنان در پایان نشست اضطراری روز یکشنبه بیست ده این اتحادیه در قاهره به حمایت از این بیانیه رأی دادند در بیانیه اتحادیه عرب اشاره به توافق میان اعضای این اتحادیه برای اتخاذ اقدامات مشترک علیه ایران نشده است بر اساس بیانیه اتحادیه عرب کمیته مشترکی برای بحث و مذاکره درباره این بحران و مشورت درباره اقدامات احتمالی آینده ایجاد خواهد شد نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم در نشست افتتاحی ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرد وی از شرکت کنندگان در این نشست خواست تا با اتخاذ سیاستی قوی و روشن از ایران بخواهند تا از هر گونه مداخله در امور کشورهای عربی خودداری کند عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز ایران را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت و به اختلافات فرقه ای دامن میزند و تأکید کرد پادشاهی سعودی با جدیت و قاطعیت تمام در برابر تلاشها برای مداخله در امور کشورهای عربی خواهد ایستاد وی ای تصریح کرد نقض قوانین بین المللی و حمله به مقرهای دیپلماتیک سعودی در تهران پس از اظهارات از تحریکامیز مقامات بلندپایه ایران علیه ریاض صورت گرفت شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز بر عدم قبول هر گونه دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی تأکید کرد وی تصریح کرد اگر ایران به همان اندازه که برای پایان دادن به بحران اتمی خود با گروه پنج به علاوه یک تلاش کرد در منطقه نیز تلاش کند روابط ما بهبود خواهد یافت در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب حسین جابرانساری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سیاست عربستان سعودی را مبتنی بر تحمیل سیاست های یک جانبه خود بر دولت ها و ملت های دیگر دانست و گفت اقدامات عربستان مبنای دولت های عربی قرار نگرفته است آقای جابرانساری روز دوشنبه 21 دی گفت سعودی ها این سیاست را اخیرا در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اعمال و پیگیری کردند تا یارگیری کنند و نشان دهند که عربستان تنها نیست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه صادر شده از سوی اتحادیه عرب را شعاری توصیف و تاکید کرد هیچ گونه همراهی در زمینه اقدامات با اقدام یک جانبه عربستان سعودی به شکل جمعی در شورای همکاری خلیج فارس و در اتحادیه عرب اتفاق نیفتاده است وی تصریح کرد اقدامات یک جانبی عربستان سعودی در زمینه نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی در اعدام غیر انسانی شیخ نمر تقریبا به شکل گسترده در بسیاری از کشورهای دنیا و سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای جابرانساری گفت حتی رئیس دوره اتحادیه عرب که اجلاس قاهره را مدیریت و ریاست کرده است در کنفرانس مطبوعاتی سراحتا مخالفت خود را با قطع روابط به عنوان یک سیاست مناسب در برخورد با مشکلی که پیش آمده اعلام کرده است همزمان نمایندگان مجلس در بیانیه ای از وزارت امور خارجه خواستند تعرض نظامی به حریم سفارت جمهوری اسلامی در یمن را با جدیت در مجامع بین المللی پیگیری کند و علاوه بر این البته از وزارت کشور هم خواستند تا نسبت به تعرض خودسرانه ای که به سفارت عربستان در تهران شده و عملا به منافع جمهوری اسلامی وارد شده پیگیری های قانونی را انجام دهند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه از وزارت امور خارجه خواستند تا سیاست های نادرست عربستان را به عنوان یک حرکت خارج از عرف دیپلماتیک مورد پیگیری قرار دهد این در حالی است که تصاویر منتشره از سفارت ایران در صنعا هیچ نشانه ای از تعرض به آن ندارد و روزنامه الحیات به نقل از یک منبع دولت قانونی یمن نوشته است با آنکه سفارت ایران در صنعا پایگاه نظامی و مرکز توطعه علیه دولت قانونی یمن است نیروهای ائتلاف و متحدانش هرگز به سفارت ایران حمله نکردند و رژیم ایران به بهانه اصابت یکی از مراکز موشکی تحت نظرش در نیمه سفارتش میخواهد کار غیرقانونی خود در حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشعد را به نوعی پوشش دهد به دنبال افزایش تنش میان ایران و عربستان در پی اعدام شیخ نمر و واکنش تهران به آن در آتش زدن اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران رهبران آمریکا و روسیه در تماسی تلفنی خواستار کاهش تنش میان این دو کشور شدند ولادیمیر پوتین و باراک اوباما همچنین در مورد اوکراین پیدا کردن راحلی برای بحران سوریه و اوضاع شبه جزیره کره نیز گفتگو کردند کاخ کرملین روسیه اعلام کرده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور و همتای آمریکایی او در تماسی تلفنی خواستار کاهش تنش میان ایران و عربستان سعودی شدند بنابر بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 23 دی ماه صادر شده رهبران آمریکا و روسیه همچنین در مورد اوکراین پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه و اوضاع شبه جزیره کره گفتگو کردند خبرگزاری روسی اسپاتنیک روز چهارشنبه 23 دی گفت مکالمه تلفنی ایده ای از طرف واشنگتن بوده و روز سه شنبه انجام شده است به گزارش شبکه خبری راشاتودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی خود بار دیگر بر لزوم شکلگیری ائتلافی فراگیر برای مقابله با حکومت اسلامی و نیز دیگر گروه های تروریستی فعال در سوریه تاکید کرده است بحران اخیر در روابط ایران و عربستان سعودی که در گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهوری بر کاهش آن تاکید شده در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران شکل گرفته است تا کنون چند کشور برای میانجیگری میان تهران و ریاض اعلام آمادگی کرده و گروهی از رهبران جهان خواستار کاهش تنش ها شدند قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به زودی با عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و در مورد بحران دیپلماتیک میان ایران و عربستان گفتگو کند این تلاشها در حالی صورت میگیرد که وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 23 دی ماه در پاسخ به موزگیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان در زمینه حقوق بشر را به تمسخر گرفته بود در پیامی در توییتر نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است اظهار نظرهای تنامیز محمد جواد زریف و شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در شبکه توییتر نشان دهنده تنش در روابط دو کشور است که در زمینه اقتصادی مناسبات گسترده‌ای دارند ولی به لحاظ سیاسی روابط خوبی ندارند. به دنبال بروز تنش در مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی که پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به سفارت این کشور در تهران روی داد، دولت امارات متحده عربی با قاطعیت از ریاض حمایت کرده است. پس از آن حوادث، عربستان مناسبات خود را با ایران قطع کرد و امارات متحده عربی نیز روابطش را با ایران تنزل داد. روز یک شنبه محمد جواد ظریف در سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز با عنوان افرادگرایی بیمهار عربستان سعودی ضمن انتقاد شدید از عملکرد ریاض در زمینه حقوق بشر آن کشور را به حمایت از افرادگرایی و تشدید خصومت مذهبی متهم کرد شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در واکنش به مقاله وزیر خارجه ایران در یک پیام عربی روی شبکه توییتر خطاب به دونی میلیون دنبال کننده ی حساب کاربریش نوشت وقتی مقاله نیویورک تایمز را خواندم فکر کردم که نویسنده آن وزیر خارجه یک کشور منطقه اسکاندیناوی است وزیر خارجه ایران در این پیام مستقیما از امارات متحده عربی نام نبرد ولی به اعتقاد کارشناسان منظور آقای ظریف وزیر خارجه امارات متحده عربی بوده است به کارشناسان رشد سال جمعیت در ایران نگران کننده است و در بیست سال آینده این کشور حدود 14 تا 15 میلیون سال خورده خواهد داشت. یک کارشناس جمعیت هشدار داده سال جمعیت ایران مهد کودک ها را به خانه های سالمندان تبدیل می کند. در حال حاضر یک سوم خانواده های ایرانی حد اکثر یک فرزند دارند. علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ایران در یک نشست در خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که با آغاز دهه 90 بار دیگر ایران شاهد رشد نسبی موالید بوده است. شهلا خازمی پور جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم در این نشست با اشاره به رشد جمعیتی ایران در سالهای گذشته از سالخوردگی جمعیت ایران ابراز نگرانی کرده و گفت که ایران تا 20 سال آینده 14 تا 15 میلیون سال خورده خواهد داشت. به گفته آقای محزون همینک 33 ممیز 3 درصد خانواده های ایرانی حداکثر یک فرزند دارند در حالی که در نسل قبل 79 درصد جمعیت حداقل سه فرزند داشته است به گفته او در نسل جدید 82 درصد از خانواده ها حد اکثر دو فرزند دارند پیش از این هم مرکز آمار ایران جمعیت کشور را بیش از 77 میلیون و 366 هزار نفر اعلام و تاکید کرده بود که نرخ منفی رشد جمعیت در ایران همچنان ادامه دارد. این مرکز همچنین تصریح کرده که جمعیت ایران در سالهای آتی در روند پیری گام خواهد گذاشت. کازمی پور معتقد است سالخوردگی جمعیت ایران اجتناب ناپذیر بوده و حتی پیش بینی کرده که تا 20 سال آینده به تدریج مهد کودک ها تبدیل به خانه سالمندان خواهند شد. او با توجه به افزایش سالمندان در سالهای آینده نسبت به سیستم تأمین اجتماعی و بیمه همگانی این افراد اشاره کرده و هشدار داده که این جمعیت نسبتاً بالا بعد از بازنشستگی به زیر خط فقر خواهند رسید با ادامه این روند جمعیت ایران در سال 1415 به 84.5 میلیون میرسد محمد جواد محمودی عضو هیئت علمی وزارت علوم هم در این نشست تاکید کرد که بخش زیادی از افزایش تعداد تولدها در سالهای جاری به خاطر فرزند آوری متولدین دهه پنجاه و شست بوده و نمیتوان افزایش تولدهای سالهای اخیر را صرفاً به سیاستهای جمعیتی جدید مرتبط دانست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش سیاست های فرزند آوری در ایران را اشتباه خوانده بود و خواستار فرزند آوری بیشتر ایران برای رسیدن جمعیت این کشور به حدود دویست میلیون نفر شده بود. سیاست های کلی فرزندآوری چندی بعد توسط دولت و مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شد اما اغلب کارشناسان ایرانی این سیاستها را ناکارآمد ارزیابی کردند. آقای محزون با اشاره به سیاست های جدید جمعیتی تصریح کرد هنوز نه سیاستی ارائه شده و نه برنامه ای اجرا شده است اما شاهد ترمیم خانواده هستیم چرا که خانواده ها برای ادامه نسل و برای پایداری خانواده خود هستند. محمودی با تاکید بر اینکه با شعار نمیتوان انتظار افزایش فرزند آوری داشت گفته که سیاست های افزایش باربری تدوین شده است ولی هنوز عملیاتی نشده است میانگین ازدواج در کشور در مجموع حدود سه ممیز چهار درصد کاهش داشته است و آمار طلاق در همین مدت چهار ممیز دو درصد افزایش را نشان می دهد. به گفته یه مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ایران بیشترین طلاق در زنان در سال جاری و سال گذشته در رده سنی 25 تا 29 سال بوده و در میان زنان تغییری در میانگین سنی وجود نداشته است. همچنین امسال بیشترین ازدواج در زنان در رده سنی 20 تا 24 سال و در مردان در سنین 25 تا 29 سال بوده است. محسون همچنین به روند کاهشی ازدواج ها از سال 90 در کشور اشاره کرد و گفت که مسئله مهم در کاهش نرخ باروری رشد منفی مستمر ازدواج ها بوده است. او می روند ازدواج ها تا سال 89 مثبت بوده و حتی در این سال به دو دهم درصد رسیده بوده اما پس از آن با رشد منفی روبرو شده است. همینه کارشناسان از ساختار سنی جمعیت و تأخیر در ازدواج ها به عنوان دو عامل اصلی در رشد جمعیتی نام میبرند. برنامه این هفته در این لحظه به پایان میرسد سپاس که با ما همراه بودید آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو, رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و های خود را برای ما بنویسید شب و روز شما خوش